یه روزی یه جایی توی وطنمون یا خیلی دور، بالاخره همه ما میمیریم و تنها چیزی که ازمون به جا میمونه اثر و خاطره یه که تو ذهن آدمهای دیگه گذاشتیم. بسته به این که چقدر تأثیر گذار بودیم، چند نسل یا چند سال یا حتی هزاران سال اثر کارهایی که کردیم ممکنه باقی بمونه. کارهایی که ممکنه تا سالها نوستالژی کلی انسان پیر و جوون باشه. اما به غیر از این نوستالژی شخصی، تو مقیاس بزرگتر خیلی از ما آدمها به طور جمعی هم با هم دیگه نوستالژی داریم. چیزی که ما رو بدون کوچکترین شناختی به هم دیگه متصل میکنه. سر خاکه سر خاکه بانو هایده بگو میمیریم چیکار رو میکنن؟ یا اینجا دفنمون میکنن؟ ما رو؟ کلا ایرانی هایی که بیرون از ایران هست بستگی داره که لول اجتماعی چی باشه، کجا بخوا خاکت کنن، مثل ایران دیگه. اینجا به نظر میرسه که باید طبقه خاصی باشی اینجا دفن بشی، یا اینکه هنرمند باشی دیگه، مثل من البته. آدم های معمولی مثل ما رو کم دیگر می کنن گوشه خیابون. شما رو نمی دونم ولی من رو می خوام بگم پای این درخت. با شری از بابا طاهر اوریان شروع می کنیم. اگر شیری، اگر میری، اگر مور، گذر باید کنی آخر لب گور. تازه هم مرده 2011 11 مرد تازم نیست. برای ما خیلی انگار این دهه نگذشته. نه فکر کنم برای ماها که مهاجرت کردیم. آره. این زمانی که آفرین. آره. من هنوز اگه مثلا نمیدونم یه لحظه اگه تو ذهنم بیاد که چه سالیه مثلا. آره. 2020. آره. من که 2015 زمانی که مهاجرت کردم. آره هم تو اون زمان موندیم یه جورایی. 100%. خیلی قدیمی ترهایی هم که اینجا هستن همینطوری هم، یعنی گروت 100% وقتی که دقیقا اصلا یه سریال که دیگه مثلا اون زمان حالا یه منصب یا چیزی هم داشتن هنوز فکر میکنن رو همون منصبه و قدرت هستن. آه. زمان فریز شده هنوز همون موقع است مثلا رفتارشون افکارشون همش. آره بعضی واقعا تو همون دوران میمونه. خیلی مهاجرت اینجوریه به نظر من، یه اتفاقیه که حذف شدنی خیلی نیستش توی ذهن آدم، هرچقدر خودتو ادابت کنی با شرایط هنوز یه چیزی تو مغزت هست، چون هنوز آدمایی هم که پشت سر گذاشتی توی ایران هنوز توی نظرت اون شکلی میان، حتی اگر اینکه سالها گذشته باشه و عوض شده باشه هنوز میمونه برازده. ولی خیلی باحال دیگه بعد از این همه سال که از دنیا رفتی هنوز آدمای بیان به یادت باشن، برات گل بیارن، دوستت داشته باشن، این قشنگه. خیلی از ایرانی‌ها که بیرون از ایران می‌میرن خیلی خیلی حس سختیه. بیرون از کشورت باشی بعد تو آخرین لحظه دوست داشته باشی برگردی کشورت نتونی. خود این اسمم یه سوالیه دیگه، به جایی که آدم‌ها می‌میرن باید چی گفت؟ نمی‌دونم، من احساس می‌کنم آرامگاه، قبرستون، به خاطر اینکه همیشه وقتی که با یکی بحثی داریم میگه سو برو قبرستونه از لجت یه کلمه منفیه به نظرم، من دوست ندارم به کار ببرم قبرستون. آره اومدیم آرامگاه ویلشر. آره اینو عمودی گذاشتن اینجا سنگ قبرشون اینطوریه، یعنی که نمیشه که نمیدونم
یه حس بهتری داره. آره میخوام همینو بگم. خیلی اینا الان یعنی آدم ها رو اینجوری گذاشته، اینا فکر کنم اینا رو سوزوندن دیگه، فقط خاکسترشون رو گذاشته شاید، چون اونقدی هم عمق نداره دیگه، همینه فقط. چقدر جالب که هر روز میان اینجا اینطوری گل میذارن. فکر مصنوعیه؟ آره فکر واقعا مصنوعیه. نه معلومه طبیعیه، مثل هنرپیشه‌ها و آره فکر کنم اینا یکم آدم هایی هن که چیزترن. میازاکی دیوار ماده اونه، میازاکی کارگردان است، یکم آدم حسابی ترن. جدید هم هست 2015. این دیگه خیلی خصوصیه، باغ برای خودش داره. آره اون بالا هم هستش از اینا. بانو محسدی کجاست؟ اینجا. آره چه جاله عزیزم که برش خود بگشت. آره اینجا بکنم برش گریه خود کلی حروم شد. بالا خیلی یه حس خاصیه، آدم اگر با اینکه هیچ وقت ندیده یه حس دلتنگی خاصی آره، پیدا میکنه وقتی که میبینه، چون که سالها با صداشون آدم زندگی کرده. آره، کلی از بچگی با اینه خاطر واقعا. چیزه خود این خوشگل بودن اینجا، خب خود این که آدم ها مردن و میایم اینجا اون ناراحتی رو با ما میده، خودش ناراحت کننده است. آره دیگه توی ایران حالا به این اصطلاحی که میگیم همیشه قبرستون، همیشه واقعا اون حس مرگ رو القا میکنه دیگه. اون حس آدم اصلا دوست نداره بره مثلا بهشت زهرا. من اصلا واقعا دوست نداشتم هیچ وقت برم، چون حس خیلی بدی به من میداد. آره میدونی اون حسی که مرگ نیست، مرگ آره خودش به اندازه کافی ناراحت کننده هستش. بعد وقتی یکم محیط شادتر و قشنگتر و بهتره، یکم بکم اون بچه خود اون کسی که میاد اونجا احساس میکنم که حالش شاید بهتر آره، باشه وقتی آره. که میاد به خاطر عزیزش اونجا میبینه حالش بهتر میشه. بانوهایی داره میبینه با حال دیگه آدم ها اینطوری. حالا آدم درست از نبودنشون خیلی ناراحته دیگه اون هنر، چون شخصا که خب اونا رو آدم نمیشناسه، یعنی خایده رو که نزدیک آدم نمیشناسه، یه محسی رو آدم من نمیشناسه، چون که همش با صداشون خاطره ساختی. فکر میکنی اونا دیگه جزئی از خط خانوادت هن، انگار خیلی وقت میشناسی حتی اگه شخصی نشناسیشون. برای اون حس نوستالژی آره اونا نمیدونم کی گذاشته اونجا. آره یه چیزی درست کردن اینجا، سنگ گذاشته فکر کنم میخواستن اینجوری رو هم دیگه بچیننشون. آره آه اینطوری آروم آروم آره حالت تمرکز بکن. الان میخواد بچینش؟ نه اصلا قصد اینطور ندارم چون آیدین گرست نشه. آفرین آره عذاب زنیم. نیم روز شد خب بس بگی هر موقع داریم بگو دیگه، فقط نونو که دست بزنیم تشکر. این کباب هم داره میاد بگو بگو آن آدم به هم میذاره که بله بزید دستا رو بزنیم حالا قربونه تو دستار گره؟ آره مرسی هایده چوبا خیلی من